درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین تعداد زیادی از اتباع ایرانی نیروی قدس به شکل تاکتیکی از جنوب دمشق و شهرهای پیرامون گولان عقب نشستند اما اتباع خارجیشون مثل عراقیا لبنانیا و افاغنه حضور دارند فعلا اسرائیل در آستانه ورود به رفعه چون کمهای چادری در غزه به سرعت توسعه پیدا کرده و بنابراین حمله به رفع قریب الوقوع در مورد درگیری های آینده بهتر فعلا نظری ندیم اما مطمئنم که اسرائیل مجبور امنیت شما رو به حالت عادی برگردونه ولو با سرکوب شدید حزب الله در جنوب لبنان این وسط هزار اتفاق ممکنه همه معادلات و پیش ها رو تغییر بده همانطور که قبلا دیدیم در فقره موسوی و زاهدی و حالا حماس میگه ما خواستار عقب نشینی صد درصدی اسرائیل از کرانه باختری هستیم خروج صد درصدی اسرائیل از نیمی از بیتون مقدس از جمله کل شهر قدیمی و اماکن مقدس یهودیان، مسیحیان و مسلمانان و صد در صد حق بازگشت پنج میلیون فلسطینی به اسرائیل هستیم. اگر اسرائیل این رو به پذیره، آنگاه یک آتش بس پنج ساله یا بیشتر خواهیم داشت و به محض اینکه اسرائیل همه چیز رو پذیرفت، حماس خودش رو به یک حزب سیاسی عادی تبدیل خواهد کرد و شبه نظامیان حماس منحل شده و بخشی از ارتش ملی فلسطین خواهند شد در همین رابطه یک سری از منابع خبری هم نوشتن که مقام حماس میگه در صورت اجرای راه حل دو کشور این گروه سلاحهای خودش رو زمین میذاره میخوام بهتون بگم ببینید که یک رسانه چطور میتونه افکار مردم رو تغییر بده با دروغ یه جوری نوشته که حماس رو حق به جانب نشون داده یعنی مظلوم نمایی این رسانه ها عنوان کردن که مقام حماس میگه در صورت اجرای راه حل دو کشور این گروه سلاهای خودش رو زمین میذاره اما در مورد شرط های کلی که معناش نابودی اسرائیل ننوشته اینجور رسانه ها سرطانن برای کسانی که راحت فریب میخورن در همین رابطه اگر این های صدام یادتون باشه سیاست جالب حافظ اسد در زمان جنگ ایران و عراق و میگه آنچه صدام صد در این ویدیو میگفت حقیقتیه که احتمالا طرف ایرانی کمتر در واکاوی تاریخ جنگ هشت ساله به آن توجه کرده. همانطور که میدونید این روزها شاهد تیره شدن روابط اسد با خامنه ای هستیم. حالا به تاریخ می‌خوایم برگردیم. روابط خمینی و اسد قبل از فتنه 57 وضعیت خوبی نداشت. در این ویدئوی صدام صحبت از دشمنی شخصی نیست. بلکه حرف از گرایشات عقیدتی حافظ اسد که گرایشی سکولار داشت از هر اقدامی در منطقه با ماهیت دینی سیاسی چه شیعه و چه سنی حراست داشت به همین دلیل او کنش اسلامگرایان شیعه علیه نظام پادشاهی ایران رو به نوع الهام بخش اخوان المسلمین علیه جمهوری بس در سوریه میدید خمینی هم به نوعی خودش پیش از فتنه 57 بدون در نظر گرفتن علائم حزب بس معتقد بود که کلیت حزب بس چه در عراق و چه در سوریه کافره اما با وقوع فتنه 57 و رستاخیز شیعیان در ایران منشأ یکی از زوایای اتحاد اسد خمینی یعنی دشمنی هر دو با صدام حسین بود برآورد اسد هم همین بود که صدام حسین در این ویدیوش گفته حافظ اسد معتقد بود که با وجود خمینی به عنوان ولی فقیه در ایران جنگ اینا به درازا خواهد کشید و طولانی شدن جنگ علاوه بر تضعیف ایران به عنوان یکی از محورهای مقابل پان عربی است عامل تضعیف صدام حسین در بغداد نیز میشه و این به انتقال قلب عربگرایی منطقه به دمشق کمک میکنه و این در حالی بود که ایران اولین کشوری بود که استقلال سوریه را به رسمیت شناخت و روابطش پیش از فتنه 57 هم روابط مناسبی با سوریه بود حتی حافظ اسد با شاه در 1975 یک قرارداد اقتصادی بزرگ بس اما یک چیزی رو فراموش نکنید که با وجود نظام تکزبی سیاست در سوریه هیچ وقت یک دست نبوده حتی در ماهای آخر منتهی به فتنه 57 که حزب بحث سوریه که متوجه شد شاه ماندگار نیست با بخشی از مخالفان به ظاهر ناسیونالیستر شاه ارتباط برقرار کرد چون حتی در آن زمان هم روابط خودش با ایران رو در چارچوب عراق صدام حسین تعریف می کرد. در همین رابطه به این تصویر دقت کنید این سرآغاز جدی ترین شکاف میان دو حزب سوسیالیست بحث عراق و سوریه بود تقریبا یک سال پیش از این نمایش ترسناک صدام دو حزب بحث عراق و سوریه در منشوری به نام میثاق العمل القومی به هم نزدیک شدند ایده یک تمثیل سیاسی در همان زمان به کار بردن و گفتند همانطور که دجله و فراد هرگز در سوریه به هم نرسیدند این دو حزب هم هرگز به هم وفا نخواهند کرد این رو بگم که دجله و فراد تنها در منتها علیه جنوب عراق در منطقه القرنه به هم میرسند پیش از صد نفری هم در این جلسه نامشان خوانده شد و بعد هم فورا اعدام شدند همگی از حامیان پروژه وحدت دو حزب از زمان حسن البکر بودند که خب صدام حسین از دنیای دیگهی برای به دست گرفتن قدرت یک جانبه آمده بود و علاقه به اشتراک آن با خاندان اسد در سوریه نداشت. کل پروژه را با این نمایش ورق زد. حالا میتونیم بگیم که همه افرادی که در این جلسه معروف به جلسه قتلگاه رفقا نامش خوانده شد قربانی یک توته بزرگ شدن. توتهی که به زعم خیلی ها به وسیله عزت ابراهیم الدوری به فاصله کوتاهی از قدرت گرفتن صدام در عراق طراحی شد تا کادرهای حزب رو با انحلال فیزیکی پاکسازی کنند به تمامی آنها اتهام جاسوسی برای سوریه و تلاش برای کودتا بستن و از این نقطه بود که صدام حسین چیرگیش بر یک حزب یک دست رو آغاز کرد و اینکه بزرگترین قربانی این جلسه هم عبدالحسین نلشمری معاون رئیس جمهور سابق حسن البکر بود که به نظر مهمترین شخصیت حزب بود که میتونست موی دماغ صدام حسین و عقب ابراهیم در آینده نچندان دور بشه و این در حالی بود که حسن البکر در این جلسه نبود او قبلا استعفا داده بود و قدرت رو به صدام واگذار کرده بود بعد هم حصر خانگی شد و در خانه مسمومش کردن تاریخ این جلسه فکر میکنم دقیقش 22 جولای 1979 یعنی چند روز بعد از قدرت گرفتن صدام صد باشه اما نکته قابل توجه اینجاست که دقیقا شبیه اتفاقیه که در حزب نازی افتاد یعنی شب های بلند ببینید دوستان اگر من یک سری از مسائل رو برمیگردم به موضوعات تاریخیش و یک سری از شماها میایین کامنت میذارید این به ما چه مربوطه به نظر من به هر حال ما در منطقه‌ای که توش داریم زندگی میکنیم هر اتفاقش روی گذشته امروز و آینده ایرانمون تاثیر داشته و داره حالا هم به این تصویر دقت کنید هر بار که اسرائیلیان با سران حماس در هتل‌های مجلل قاهره و دوهه در آستانه توافق قرار می گیرن، سیموار در غزه اونا رو در لحظه آخر یک تنه رد میکنه به نظر میرسه که سیموار یک مشکل عمده داره که رهبران ارشد از آن آگاه نیستن و این مشکل اینه که او گروگان کافی برای تبادل نداره و بلوفی که خامنه ای گفته براش کارساز نبوده حدس من اینه که مذاکره آخر تقریبا تمام توقعات مشروع دفتر سیاسی در خارج رو برآورده کرده و امتیازات زیادی داده اما سینوار باز هم رد کرده این خیلی عجیبه چون آخرش تصمیم نهایی با سینواره و حمله به رفع از رگ گردن نزدیک تره ببینید دوستان مفاد مذاکره آخر برای حماس یک معامله کاملا شیرین بود که تضمین میکرد در ازای بازگشت همه گروگانها حمله به رفع متوقف بشه محدودیت بازگشت به شمال مرتفع بشه و جنگ برای مدتی طولانی پایان پیدا کنه تازه زمانت سه کشور هم پاش بود همه راضی بودن که سینوار باز هم گفت نه به نظرم هر توافقی بین رهبران حماس و اسرائیل یعنی پایان سینوار و جمهوری اسلامی و خامنه ای و خودش اینو خوب میدونه شاید در توافق رسمی نوشته نشه ولی اسرائیل محاله که از سینوار و خامنه ای بگذره در همین رابطه مکرون رئیس جمهور فرانسه در سخنرانیش در سوربون میگه اروپا ممکنه بمیره او گفت اروپا توسط قدرت های در حال ظهور مانند جمهوری اسلامی به گوشه ای رانده شده و باید سریعتر به تغییرات ژئوپلیتیک واکنش نشان بده و اما به این تصویر دقت کنید تصاویر منتشر شده نشان میده که بیلبردی با عنوان آغاز پایان جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته در تلاویو و اورشلیم نصب شده این بیلبورد از طرف سازمان مسیحی تیم دعای اورشلیم که حامی دفاع و محافظت از یهودیان و صلح در اورشلیم نصب شده روزنامه اسرائیل هیوم نیز تصویری از این بیلبورد رو در نسخه روز دوشنبهش منتشر کرده یعنی چی یعنی اجازه پرتاب موشک به اسرائیل در ازای بلند شدن ناقوس مرگ محور مقاومت داده شده. سوریه و عراق تمام شده و فقط حسن نصرالله که باید قربانی بشه. ببینید پارلمان اروپا با 357 رأی موافق در برابر 20 قدنامه محکومیت جمهوری اسلامی را تصویب کرد. پارلمان اروپا برای اولین بار خواستار بازگشت تمامی های لغو شده توسط سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی شد. این قطنامه با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل و همچنین حملاتی که قبل و در جریان حمله نیروهای نیابتی آن حزب الله در لبنان و حسیها در یمن انجام شد، نقش تهران رو در بی کردن خاورمیانه از طریق شبکه بازیگران غیر دولتی به رسمیت میشناسه. پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌های فعلی علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم ارزه و تولید پهپادها و موشک های این کشور و ممنوعیت صدور آنها به روسیه و خاورمیانه شد و جان کلام این که یک افشاگر عبری هست که میگه پس اول بر پیشکار بدکار بتازن تا دودمانش به باد رود و زلیل شود سپس سیل تاریکی بر کوی و برزن روانه شود و دشمنان خفته در پستو از ضعف حکومت استفاده کنند آنگاه تنها شمشیر اجدادی جانشین بر حق درمان است ترد شدگان رو احضار کن از کوچه تا به بیابان بتاز پیروز باد نور بر تاریکی راهی که در پیش گرفته اید درخشان است در این راه است که اراده ایرانی بر رژیم ضد ایرانی غلبه خواهد کرد چون مبارزه شما نه از سر ایدولوژی های مهم که بر سر عشقتان به سرزمین کهنمان به کشور عزیزمان ایران است شما میخواهید ایران را پس بگیرید و آن را با جان و دلتان از نو بسازید در افقی که رضا دوم داره به ما مردم نشون میده هیچ اثری از تاریکی نیست با اراده ایرانی از روی تمام تفکرات و سناریوهای مهم رد میشیم و میجنگیم تا ایرانمون رو پس بگیریم. پاینده ایران جاوید شاه تا ابد بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.